سلام و درود به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و به تماشای تفسیر خبر نشستید. سلام به همراهان تفسیر خبر. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو، در ایامی که یادآور همین روزها و شبهای انقلاب است، شبهایی که بسیاری از شرکت کنندگان در راهپیمایی‌های انقلابی به تماشای جام جهانی فوتبال می‌نشستند و روزها در خیابان‌ها فریادهایی سر بر می‌آوردند که نتیجه آن این شد که می‌بینیم و در جریان هستیم. درگیری نسل‌های برآمده پس از انقلاب که هیچ سهمی و هیچ نقشی در اوضاع به وجود آمده نداشتند. در عرصه اقتصادی ایران به کجا رسیده است؟ دلار حدود 7 تومان را، 69 ریال تا 7 تومان را تحویل گرفت. اکنون خوشی آن است که از 30,000 تومان به حدود 25,000 تومان تنزل یافته است. آینده نامعلوم اقتصاد. حوزه علمیه قم مشغول طرح تازه‌ای است درباره اقتصاد ایران و در عرصه دیگر. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی یا رهبر انقلاب میگوید این اختلافات نظر ما نقطه قدرت ماست و اتفاق نظر آنها گردانندگان حکومت فقیر رو اشاره نمی کند که تمرکز یافته است در بگیر و ببندها و شکنجه ها و اعدام ها و ناامنی هایی که حتی تا خانه های مردم ایران نیز جریان دارد. این نقطه قوت انقلابیون زیر لوای آیت الله خمینی بوده است که پایگاه مردمی نامیده می شد. ترس مردمان که گفته می شود این پایگاه را به اندازه بسیار حکومت فقیه از دست داده است و یکی از باهنر مجلس حکومت فقیه گفته است اگر رهبر موافق باشد میتوان اصلاحاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عمل آورد. نادیده میگیرد این گفته مردمان ایران رو در خیابانها که بانگ زدند اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، پایان ماجرا، از زبان نسل تازه برآمده پس از انقلاب. دو میهمان گرامی داریم در آلمان. آقای جهانگیر لقایی، کارشناس اقتصاد، امور اقتصادی، پژوهشگر اقتصادی، و برای نخستین بار آقای نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی در استانبول، ترکیه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای لقایی درود و خوش آمد به شما. درود بر شما جناب چالنگی و همینطور درود به آقای بهرامی و همیهنان عزیزم. آقای بهرامی پیش از این از آموزگاران ایران بودند، مدتی در روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بعد از انقلاب کار کردند و مدتی هم در بازداشت به سر می بردند. زمانی هست که به ناچار ترک ایران کردن، در ترکیه ساکن هستند. سلام و درود به شما آقای بهرامی. درود بر شما جناب چالنگی عزیز، همچنین درود به آقای لقایی عزیز و همه شنوندگان و بینندگان برنامه شما. آقای لقایی، حکومت فقیه قبل از هر چیز از امروز اگر آغاز کنیم مدعی هست که تحریم ها، مذاکرات وین هم آغاز شده بار دیگه، تحریم ها هیچ فشاری بر ایران نیاورده. اینو مسئولان حکومت باز هم در بوخهای تبلیغاتی دمیدن اینچنین، تا چند روز واقعیت داره؟ واقعا بر ملت فشار نیاورده، بر حکومت فشار نیاورده، بر کی؟ چه هست این ادعا؟ ببینید،
البته تحریم ها معلومه که فشار آورده، ولی اون چی که اقتصاد ایران رو به این وضعیت و به این روز انداخته مسئله مدیریت کلان جمهوری اسلامی هست. یعنی اصل قضیه در اونجا هست که ساختار این حکومت، خب از همون اولش که آقای خمینی تکلیف اقتصاد رو روشن کرد و ساختاری هم که در واقع این حکومت برش استوار شد بر مبنای این که بخواد اقتصاد جامعه رو پیش ببره، اولا از همون اول دست به قتل عام اقتصادی زد علاوه بر قتل عام سیاسی و مصادره و بسیاری از مدیران رو بخشیشون اعدام کرد، بخشیشون زندان کرد، تعداد بسیاری فرار کردن، بقیه هم که موندن در واقع میشه گفت خانه نشین شدن یا اصلا به کارهای دیگه پرداختن که ربطی به اون تخصصشون نداشت. در نتیجه مسئله اساسی خود جمهوری اسلامی و این نظام هست که اقتصاد به اینجا رسونده و معلوم هست تحریم ها اثرات بسیاری داشته، ولی مسئله اساسی به نظر من یعنی 80% یا شاید هم بیشتر خود سیستم و نظام جمهوری اسلامی هست. الان اگر تحریم ها برداشته بشه، کما اینکه برداشته شد یک بار و اینا 150 میلیارد دلار از دوره اوباما گرفتن زمانی که حسن روحانی تازه آمده بود سر کار و حتی با هواپیمای باربری برای اینها دلار برداشتن آوردن در تهران و بهشون تحویل دادن، ولی وضعیت به چه گونه شد؟ نرخ تورم بیشتر بالا رفت، وضعیت مردم خرابتر شد. بنابراین خود پول کاری را انجام نمیده. الان کما اینکه طی این سالها، حالا طی صحبت بهش میرسیم که چقدر اینا پول گرفتن واقعا در طی این 43 ساله، در نتیجه اصل مسئله خود جمهوری اسلامیه، ولی تحریم ها به طور قطع اثر داشته، به خصوص رو خود رژیم به نظر من اثرش بیشتر از مردم بوده، نه اینکه مردم تحت فشار نباشه. الان بالای 60-65% زیر خط فقر هستن دیگه، همه اینو میدونن، ولی علتش هم اینه که این پولایی رو که اینا میگرفتن بخشش اختلاس بود و چپاول و غارت، بخش دیگه ایش هم خرج تروریسم بین المللی میشد. الان هم بگیرن همینه. ببینید آقای چالنگی، دلار بیاد پایین، فرض کنیم الان دلار بشه 10,000 تومان، اصل مسئله اینه که آیا نرخ تورم و قیمت‌ها هم پایین میاد یا نه. یعنی الان دلار از 30,000 تومان رسید به 25,000 تومان، آیا گوشت نسبت به یک ماه پیش قیمتش کاهش پیدا کرده یا افزایش، یا برنج و بقیه اقلام همه افزایش پیدا کرد؟ در نتیجه مسئله کاهش دلار تازه اینم موقتیه، بسیار موقتی خواهد بود، دوباره بالا خواهد رفت. چون بسیار. بله بفهمید، من همینجا صحبتم رو تموم میکنم، بعد در دور بعد ادامه خواهیم. یعنی فشارها بنابراین پس اثرگذار بوده هم روی حکومت به نحوی، هم روی مردم بی‌تردید که شاهد هستن. حتما به طور بله. از شما میشنویم آقای بهرامی عزیز که به نسبتا تازگی از ایران اومدید و این سیاست اتمی رو، حکومتی که مهر و تسبیح و آفتابه رکن اساسی حوزه رو، فقه حوزوی رو از چین وارد میکنه، بمب اتم یا انرژی هسته‌ای که هزینه برای مردم داشته و که باعث و بانی این تحریم ها شده و البته پیش از اون عملیات گروگانگیری تروریستی که سفارت آمریکا رو گرفتن که اون هم تحریم های رو در پی داشت. بفرمایید. خب واقعیت اینه که از نظر مردم الان جمهوری اسلامی نماد تمام اون اقدامات کلان، خانمانسوز و کاملا غیر عقلانی هست که هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه روابط بین الملل، هم در حوزه حتی مسائل داخلی مثل مسائل فرهنگی، آموزش و سایر حوزه ها داره عمل کرده و عمل میکنه و همچنان به این راه اشتباه و پر از خطای خودش با سرعت داره ادامه میده. یکی از مهمترین این خطاها و این اشتباهات خب بحث رویکردی بود که در ابتدای انقلاب اینها به
غرب و به خصوص به آمریکا داشتن با اون اتفاقی که در ارتباط با حمله به سفارت آمریکا اتفاق افتاد و جهتگیری کلانی رو در کل برای نظام جمهوری اسلامی رقم زد که تا بعد از 4 دهه هم نتونست خودش رو از این قید و بند و از این جهتی که برای خودش ترسیم کرده بود و رهبرانش آقای خمینی و کسای دیگه خیلی تایید کردن با یک به هر حال آب و تاب فراوان، نتونست خودش رو خلاص کنه و این منجر به این شد که همین راه اشتباه تو حوزه اقتصاد هم تکرار بشه و مثلا برای انرژی هسته‌ای که وزیر خارجه حکومت شاهنشاهی رو به خاطر اون اعدام کرده بودن، خودش بیاد و پرهزینه ترین و عجیب ترین پروژه هسته‌ای رو در شاید طول تاریخ کل کشورها رقم بزنه، به نحوی که این همه پول، این همه سرمایه و این همه هزینه و زمان از مردم ایران تلف بشه و در نهایت به یک نیروگاه هسته‌ای برسیم که هنوز برق آنچنانی هم تولید نکرده و تنها هزینه بوده که داده. اینه که واقعا بحث جهتگیری ها آقای لقایی به درستی اشاره کردن، یعنی عمده مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی که در ایران هست ناشی از اون تضادها و اون ماهیت حکومت ایدئولوژیک و غیر عقلانی جمهوری اسلامی هست که اگر تحریم هم نبود به هر حال این مسائل رو رقم می‌زد. اما خب در ادامهش تحریم هم کاملا مؤثر بوده و این شعار واقعا توخالی هستش که حتی از طرف خود دولت مردان هم گاهی که زیر فشار افکار عمومی قرار میگیرن یادشون میره که رهبر گفته تحریم ها اثر نداره و مثلا آقای روحانی، آقای احمدی نژاد و کسای دیگه میگن که بله تحریم ها دست و پای ما رو بسته. اینه که واقعا به این شعارهایی که تحریم اثر نداشته نباید اعتنا کرد و اون چیزی که در کف جامعه ما میبینیم و میدیدیم این که مردم به شدت از این مسئله عصبانی هن که این نظام 4 دهه است داره راه غیر عقلانی میره و همچنان داره به این راه خودش ادامه میده. آقای لقایی شما اشاره کردید به نظام و ساختار. ببینید من بارها به این موضوع اشاره کردم که اونچه که در پی انقلاب در ایران اتفاق افتاد تولید یا خلق یک نظام نبود. به هر حال کمونیسم به عنوان یک ایدئولوژی وقتی به مسند قدرت دست پیدا کرد یک نظامی برای خودش تولید کرد، ولی حکومتی که بر اومد از انقلاب به رهبری آقای خمینی موفق به تولید یک نظام سیاسی نبود که حتی در تاریخ اسلام هم بی سابقه است. یعنی یک طرفش به ظاهر به صندوقهای رأی، یک طرفش به آسمان، کجای آسمان هم معلوم نبود، ولی فقیه. یعنی به جایی هم رسید که آقای خمینی گفت تمام احکام واجبات دین رو هم برای حفظ حکومت ما میتونیم لغو کنیم، نادیده بگیریم، اجرا نکنیم. یعنی حرفی که کفر تلقی میشد قبل از انقلاب. به هر حال در این نظام چه در به قدرت رسوندن اگر بشه گفت نظام، در این مجموعه یا هر چه که هست به قدرت رسوندن بازار ایران و بازاریان ایران نقش بسیار مهمی داشتن. الان این نقش کجاست؟ به چه شکل عمل میکنه این نقش ویرانگری که بازار ایران داشت، یعنی بازوی اقتصادی عملا انقلاب و ملایان؟ الان چه وضعیه؟ من یه توضیح کوتاهی بدم که چرا بازاریان، بازار سنتی از خمینی و یا کلن مذهبیون به شدت دفاع میکرد. برای اینکه ایران داشت به سمت مدرنیزه شدن میرفت، اقتصاد ایران داشت از اون اقتصاد سنتی بیرون می آمد که بازار با یک حجره مثلا بسیاری از کارها و بسیاری از درآمدها رو داشتن و ایران صنعتی داشت می شد و خیلی تو این زمینه پیشرفت کرده بود. ما صادرات صنایع داشتیم، به هر حال یخچال، کولر، نمی دونم، و ماشین، کفش، بسیاری چیزها از ایران صادر می شد. و برای اینکه الان اینجا پیش آمد، در سال 1356 یعنی سال 1978 صادرات ایران بود 22 میلیارد دلار. البته ارزش 22 میلیارد دلار 44 سال پیش بسیار متفاوت هست با 22 میلیارد دلار الان، ولی فقط میخوام روی عددی مقایسه کنم. همون زمان ترکیه صادراتش در سال بود 2 میلیارد دلار،
یعنی ایران 22 میلیارد دلار، ترکیه 2 میلیارد دلار. و این 22 میلیارد دلار صادرات نفتمون توش نیست، صادرات غیر نفتی ایران. امروز یعنی آمار دو سال پیشش که من دارم، ترکیه 166 میلیارد دلار صادرات داره و ایران قبل از تحریم‌های ترامپ که شروع بشه، یعنی این از سال 2017 57 میلیارد، امروز صادرات ایران به 37 یا 40 میلیارد دلار رسیده. حالا شما نگاه کنید، اون موقع تفاوت 11 برابر بود، امروز در واقع میشه گفت ترکیه 110 میلیارد دلار، 120 میلیارد دلار بیش از ایران صادرات داره. در نتیجه ببینید این وضعیت اون موقع بود. بازار چون داشت قدرت شو دست میداد از نظر سنتی و در نتیجه روحانیت هم به همین شکل، چون ایران به سمت مدرنیزه شدن داشت میرفت و من 100% به این مسئله، حتی نمیگم 99%، ایران مجبور بودن، چون از نظر اقتصادی ایران توسعه اقتصادی بسیار بالایی داشت، از نظر اجتماعی ایران توسعه اجتماعی داشت، یعنی آزادی زنان، آزادی های فردی، همه اینا چیزی بود که مثل اروپا بود. در نتیجه توسعه سیاسی بدون برو برگرد می آمد و شاه نه به دلیل کارتر، بلکه قبل از کارتر این رو در میخواست شروع بکنه، یعنی در ایران یک رفرم عمیق صورت میگرفت و الان وضعیت ایران بسیار متفاوت بود. در نتیجه اینکه بازار پشت و اینا وایساد، علتش این بود که داشت موقعیت اقتصادیشو در اون شرایط از دست میداد، در نتیجه میخواست اون موقعیت سنتی رو حفظ کنه و بهتری کس براشون آخوندهای مرتجع بودن و از اینا حمایت کردن و اونچه که تونستن کمک کردن. خب البته این نکته‌ای که اشاره میکنه یکی از دلایلش بود، چون بازار پیش از اینکه حرکت به طرف مدرنیته به گفته شما انجام بشه، یعنی بشه شرکت‌های مدرن، تجارت ایران و هر چه که بود، پیش از اونم حضور بسیار فعالی در عرصه سیاسی ایران داشت، چه در سال 42 که از خمینی حمایت کرد 1342 و چه حتی در ایام مشروطه، یعنی حضور پررنگی داشت. قطعا به این نکته بازم باز خواهیم گشت. اما پیش از اون آقای بهرامی گرامی، شما بفرمایید، یکی از اتفاقاتی که در انقلاب افتاد، دو عرصه مهم رو مربوط به زندگی مردم جامعه، مردم ایران، که در زمان رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، که من بارها تأکید کردم چه موافق باشن چه مخالف باشن، نقطه عطفی هست در تاریخ معاصر ایران، علی‌رغم انتقادهای قابل اصلاحی که بود و چه ایرانی رو رضا شاه تحویل گرفت. یکی از اقدامات یا دو اقدام مهم، گرفتن دادگستری از روحانیت بود و آموزش و پرورش از روحانیت. انقلاب بلافاصله دستگاه دادگستری ایران رو فلج کرد و دوباره آخوند رو بر مسند قضاوت نشوند. در عرصه آموزش و پرورش چنان ساختار قدرتمندی بود که عملا نتونست کاملا زیر نفوذ بگیره. شما به ما خواهید گفت تا چه اندازه تلاش برای شستشوی مغزی دانش آموزان، هدف قایی حکومت فقیه، تصفیه کتاب‌های درسی، گنجاندن مفاد درسی غیر واقع و غیر مفید در کتاب‌های درسی تونسته حکومت رو به هدفش برسونه، یک دست کنه دانش آموزان و نوجوانان؟ بله، من فکر می‌کنم این هدفی که حکومت دنبال می‌کرد به نسبت اون مشروعیتی که شاید الله مشروعیتی که در اوایل انقلاب برای خودش متصور بود، خب رسانه ها هم مثل الان در اختیار مردم نبود، در دسترس مردم نبود، شبکه های اجتماعی نبود و به همون نسبتی که دوز انقلابیگری بالا بود، این تلاش های حکومت هم در عرصه های مختلف تا حدی نتیجه میداد و واقعا به تربیت یک قشر تندرو، یک قشر وفادار به جمهوری اسلامی منجر میشد.
اما من فکر میکنم دیگه از دهه 70 شمسی بود که دیگه این ساختار از هم پاشید، یعنی هم بوروکراسی که زمان پهلوی بنیان گذاری شده بود دیگه کارکرد خودش رو از دست داد. این نقطه خیلی مهمیه که خیلی بهش پرداخته نشده که چطور یک بوروکراسی اداری که از زمان رضا شاه ایجاد شد واقعا به نیازهای مردم و به اون اهدافی که ترسیم شده بود برای مثلا فلان سازمان فلان وزارتخونه میتونست جامعه عمل بپوشونه، میتونست نیازهای مردم رو مرتفع کنه، ولی از دهه 70 به بعد ما دیدیم که اصلا این بوروکراسی دیگه کار نمیکنه، یعنی به خاطر اون تزریق نیروهایی که تعهد بر تخصص ارجح بود و سایر مسائل دیگه از بین رفت. به تبع اون ما دیدیم که این بوروکراسی نتونست. بفرمایید. یعنی اجازه بفرمایید اینجا چون روشن نیست، یعنی بوروکراسی که به گفته شما از زمان رضا شاه فقید آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه در دهه 70، 70 شمسی است منظور شما نیست؟ شمسی، بله بله، از دهه 70 شمسی ما میبینیم که بله بله، ما میبینیم که این بوروکراسی به اون صورتی که کار میکرد دیگه کارکرد خودش رو از دست داده بود. به تبع اون ما دیدیم که بسیار جالب بود که اهداف سیاسی و ایدئولوژیک حکومت هم که از طریق این بوروکراسی به لایه‌های پایین جامعه تزریق میشد این هم دیگه فلج شد. یعنی ما میبینیم که مثلا در آموزش و پرورش، در دانشگاه‌ها، در آموزش عالی، حتی در مثلا بسیاری از حوزه‌های اداری و حکومتی، حکومت اون چیزی رو که براش چارت درست کرده بود، اهدافی رو که براش ترسیم کرده بود، در نهایت می‌بینیم که نتیجه دلخواه رو نمی‌گیره. مثلا شما چارت آموزش و پرورش رو اینها از دوره رجایی به هم ریختن، یعنی یکی از مرتجع‌ترین بنیان‌های آموزشی رو شاید در کل کشورهای اسلامی از زمان رجایی اینا طرح‌ریزی کردن، این بحث تعهد و تخصص رو پیش کشیدن، در کتاب‌های درسی چند تا مسئله بسیار عمده و خطرناک اینها گنجوندن، یکی اینکه کلاً دانش آموز رو برای یک زندگی نرمال نمی‌خواستن تربیت کنن، یک جور سرباز وفادار و ایدئولوژیک میخواستن تربیت کنن، حتی محتوای مثلا کتابایی که در حوزه ادبیات بود از شاعران مطرح و معاصر خالی شد و مثلا شاعران انقلابی جاشو گرفتن و حتی دروسی مثل تاریخ تم مذهبی و تم ایدئولوژیک به این دادن. و چیزی که ما شاهد بودیم این بود که در همون دهه های اول انقلاب که ما خودمون دانش آموز بودیم بسیاری میگفتن که مثلا یک کلاس ششم زمان شاه از یک دیپلم، از یک فوق دیپلم مثلا الان باسوادتر بود تو هر چیزی، و ما این رو خیلی جدی نمیگرفتیم، در دوران دانش آموزی بودیم و بعدها دیدیم که این یک واقعیت خیلی مهم بوده و ما ازش غافل بودیم و خوب اون رو ندیدیم و تأثیراتش رو خب ما در جاهای دیگه هم دیدیم. مثلا دانشگاه هم اینها ابتدا گفتن وحدت حوزه و دانشگاه، ولی منظورشون این بود که دانشگاه و نهاد علم زیر سیطره حوزه باشه، یعنی اینجا هر جا حوزه رو وارد میکنن، روحانیت رو وارد میکنن، یک معادله برابر نیست که با هم بدبستان داشته باشه، منظورشون اینه که اون نهاد زیر مجموعه حوزه علمیه بشه و خیلی به هر حال این کار رو هم از طرق مختلف کردن، یکی سهمیه هایی که برای دانشگاه ها برای حتی تربیت معلم در نظر گرفتن از وفاداران به نظام، دوم تغییر سرفصل های آموزشی، شما الان هر رشته دانشگاهی میبینیم که یک وصایای آقای خمینی یه نمیدونم، حتی مثلا در رشته هایی که واقعا مرتبط نیست، حقوق بین الملل اسلامی یه چیزی که واقعا موجب تمسخر دانشجوهاست ولی همچنان تدریس میشه و همچنان هم ادامه داره، و از همه مهمتر ارتباط آموزش چه در دوره دانش آموزی و چه در دوره دانشجویی رو با زندگی واقعی مردم اینها از هم گسستن، یعنی الان هر چی شما در مدرسه و دانشگاه یاد میگیری در محیط بیرون قدم که بیرون بذاری واقعا به کار زندگی و به کار مثلا یک شهروندی که با معضلات و مسائل مختلفی مواجهه نمیاد و در واقع یک سری مفاهیم انتزاعی و ذهنی هستن که در همون کلاس درس چال میشه و دیگه پشت در اثری از اونها نیست. اینه که یکی از بزرگترین لطمه هایی که به نظر من انقلاب اسلامی به ایران زد در حوزه علم و دانش و آموزش عالی و مخصوصا آموزش و پرورش بود، چیزی که در یکی دو دهه اخیر به مدد شبکه‌های اجتماعی مقداری از اون خسارت کمتر شده و مردم دارن
کم کم راه خودشون رو خوشبختانه میرن. اشاره کردم به پیوند حوزه و دانشگاه، این سخنی است که نخستین بار به شکل دیگه از زبان جلال آل احمد رهبر جامعه در واقع میشه گفتش که روشن فکری پیش از انقلاب میزد. حتی بسیاری از مارکسیستان از سخن آل احمد پیروی میکردن. کسی که شایع قوت بخشید که صمد بهرنگی نویسنده برای کودکان معلم ارجمند اون زمان رو سواک کشت. سواک اشکالات بسیار داشت اما بعدها معلوم شد که این دروغی بیش نبود. به هر حال نجات ایران در پیوند روشنفکران و حوزه است. از چه نجات پیدا کنه روشن نبود اما این رو میگو. و بعدن در ادامه همین راه هست که انقلاب اسلامی در دانشگاه، یکی از شاخهاش انقلاب فرهنگی در دانشگاه هست، همنشینی کسانی مانند شریعت مداری فارسی و بسیار دیگه به رهبری یا همنشینی فیلسوفک اکنون صادراتی حکومت عبدالکریم سروش که دانشگاه ها رو باید به عطر و عطر اسلامی به فرمان امام معطر کنیم. نتیجه همین ها شد که میبینید الان جزو واحدهای فوق لیسانس هست. وصیت‌نامه خمینی ظاهرا تدریس میشه، بیداری اسلامی ولایتی و بقیه موضوعات. گفتگو میکنیم با آقای جهانگیر لقایی، کارشناس امور اقتصادی در آلمان، دورتر از آلمان در ترکیه. آقای نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، کارشناس امور آموزش و پرورش. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. اینکه یکی از آرزوهای محمد رضا شاه پهلوی در ادامه راه رضا شاه پهلوی، پادشاهان فقید ایران، ژاپن شدن ایران بود. شباهت به ژاپن در عرصه‌های مختلف آیا شدنی بود؟ پرسشی است. تا لحظاتی دیگر. آقای لقایی عزیز، محمد رضا شاه پهلوی در دورانی که شما اشاره کردید، به هر حال انتقاداتی اگر بود قابل اصلاح در مسیر اصلاحات و و و بقیه موضوعات، بارها من گفتم، یکی از سخنانی که گفت و مورد توجه قرار نگرفت، توجه مخالفان و به هر حال دیگران، این که ما هدف ما اینه که ژاپن دوم بشه در منطقه. شدنی بود واقعا این آرزو یا این هدف دست یافتنی بود یا فقط آرزویی بود؟ به نظر من دست یافتنی بود در شرایط ایران. منتها همونطوری که شما اشاره کردید، از جلال آل احمد گفتید، خب چه میدونم شریعتی بود. همین آقای جلال آل احمد یه جمله رو بگم، میگه این آزادی زنانی که منظورشون چیزی که در سال 42 اتفاق افتاد، ببخشید بهمن سال 41 اتفاق افتاد، به اصطلاح اون شیش ماده انقلاب سفید که یکیش آزاد، این فقط برای، حتی در غرب هم میگه این هست، برای اینه که کارخونه های پودر و ماتیک سازی فروش داشته باشن، این آزادی زنان رو دادن. ببینید تفکر در کجا هست. اما من میخوام، چرا اینو گفتم و یا شریعتی، حالا اگر وقت شد به جمله شریعتی هم اشاره میکنم، چرا چرا این رو گفتم؟ علتش اینه، ببینید ژاپنی ها دو بمب اتمی آمریکایی ها در ژاپن زدن تا ژاپن تسلیم بشه. نه بمب اتم زدن بهش، نه یکی بلکه دوتا. و البته ژاپنی ها میدونستن که مقصر هستن و چه جنایاتی در جنگ دوم جهانی کردن، ولی بهترین دوستان ژاپن چون آینده رو میدیدن، چون میخواستن برای آینده زندگی کنن و زندگان رو میدیدن، دیدن منافع ژاپن در این هست با غرب، از جمله در امریکا، با امریکا که پیشرفته ترین تکنولوژی جهان رو داره، باید روابط دوستانه داشته باشه. در ایران ما یه 28 مرداد اتفاق افتاد. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. شاه از نظر قانونی حق داشت نخست وزیر انتخاب کنه، مجلس هم از نظر قانونی حق داشت رأی اعتماد نده یا رأی اعتماد بده. اصلا وارد این بحث من نمیخوام بشم. حالا که چرا نظامی فرستاد حکمو بده یا نده،
نمیخوام، ولی یه 28 مرداد اتفاق افتاد. شما 28 مرداد رو مقایسه بکنید با بمب اتمی. این جماعت روشنفکر ایرانی ظاهراً 28 مردادی که در ایران اتفاق افتاد از دو بمب اتمی که امریکایی ها به ژاپن زدن بسیار براشون بدتر بود و همه چیز رو برمیگردوندن به اونجا. خب متاسفانه البته این میبایست، به نظر من میبایست به سمت روشنگری میرم و این مسئله روشن میشد، ولی ایران گامهایی رو که داشت برمیداشت و اون به اصطلاح فضای باز سیاسی که کمبود درش وجود داشت، این به نظر من حتما میبایست داده بشه. چون نمیشه شما توسعه اقتصادی داشته باشید، توسعه سیاسی داشته باشید، ولی توسعه اجتماعی داشته باشید، توسعه اقتصادی نداشته باشید، حتما به اونجا میرسید. خب آقای لقایی، پرسش من این هست که ایران بالقوه داره امکاناتی بود که حالا به ژاپن دوم با هر فاصله ای، به کره جنوبی امروز که ما میبینیم تبدیل بشه. پرسش من این هست، خیلی کوتاه بفرمایید. ممنون. بله، ما حتما اگر اون شرایط با اون شکل جلو میرفت، امروز ما حداقل در حد کره جنوبی بودیم، در حالی که من فکر میکنم ما پیشرفته تر از کره جنوبی بودیم، برای اینکه در همون مقطع سال 1978 این در به اصطلاح سایت هم بانک جهانی هست، هم صندوق بین المللی پول هست، کره جنوبی از ایران 45 سال از نظر صنعتی عقب‌تر بود. در نتیجه ایران با اون شتاب و با اون امکانات و شرایطی که داشت می توانست امروز حداقل مانند کره جنوبی باشه. شما فقط یک سامسونگ کره جنوبی ببینید، در سال بالای 200 میلیارد دلار فروش داره. ما چقدر نفت در سال در بهترین حالتش، حتی اگر در روز مثل دوره شاه 5 میلیون بشکه نفت در روز صادر بکنه، خب یه سامسونگ این درآمدش هست. خیلی چیزهای دیگه داره، هویندایی هست و بسیاری شرکت های دیگه. ایران این پتانسیل رو داشت، متخصصین رو داشت، در نتیجه به اونجا حتما میرسید. متاسفانه میگم دیگه، یک خودکشی جمعی، من میگم همه مقصر بودن، عده‌ای بیشتر و عده‌ای کمتر، و باید زمانی هم ما میتونیم ایران رو بسازیم مثل آلمان های بعد از نازی، آلمانی که بعد از نازی به وجود آمد. همه آلمانی ها قبول کردن که مقصر هستن از درست روز بعد از جنگ، نه اینکه به صحبت بگن، در عمل نشون داد و آلمان رو ساخت. بله، خب جنایاتی هم که در آلمان شد مشابه اون به شکلهای دیگه در سطح دیگه هم در ایران، جای دیگه، کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی، دورتر از منطقه و اون حدودا سنگاپور، دورتر از ژاپن، همه اینها ژاپن دوم شدن در منطقه. اما آقای بهرامی، ببینید آقای محمد رضا با هنر، از با هنرهای حکومت آمده و گفته که عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، عناوین این حضرات هم طولانی است، یعنی از این ور میز تا اون ور میز هست، رهبر نیمه وقت مستضعفان جهان، همه اینا هست. آمده و گفته اگر رهبری قانع شوند قانون اساسی را باید تغییر دهیم. من بارها گفتم در موقعی که داشتن قانون اساسی رو تهیه میکردن، طرح بررسی نهایی قانون اساسی در مجلس، من و همکاران تلویزیونیم در اونجا بودیم، گزارش هایی تهیه کردیم که بعدن حزب توده مانع ادامه اونها شد، بحث طولانی پخش میشد بعد از ساعت 8 اخبار تلویزیون ملی مصادره شده ایران. به هر حال اونجا حرفایی زده شد که این ولی فقیه رو در قانون اساسی نگذارید، حالا گذاشتن و دیدیم این 43 سال. الان این حرف رو 3 سال 4 سال پیش نمیشد زد، الان با هنر و حکومت که این حرف رو میزنه نشوندنده چه هست؟ نشوندنده چه هست؟ حکومت به کجا رسیده الان؟ چه وضعیتی داره؟ من فکر میکنم بله بفرمایید.
بله، من فکر میکنم آقای چالنگی عزیز، آقای باهنر اشاره کرده که اگر رهبری اجازه بدن، ولی به نظر من اتفاقا این مسئله رو خود رهبری دنبالش هست. یعنی چند بار در سالهای گذشته اشاره کرد، مخصوصا بعد از مناقشاتی که بعد از انتخابات توی کشور به وجود می اومد، اعتراضاتی به بار می اومد، خب ایشون ناراحت می شد و به ذهنش می رسید که قانون اساسی رو تغییر بده و از شر همین لفظ جمهوری هم خلاص بشه و نخست وزیری که حاصل اون مجلس فرمایشی خودشون هست به عنوان دستیار ایشون، به عنوان کسی که وردست ایشون اون منویات ایشون رو اجرا میکنه باشه و خیال همه راحت بشه. من فکر میکنم این مسئله رو واقعا خود آقای خامنه ای پیگیر هست برای تغییر قانون اساسی. دلیل اصلیش هم اینه که اشاره کردید شما، جمهوری اسلامی از ابتدا یک حکومتی بود که مونده بود بین اینکه حکومت اسلامی برقرار کنه یا یک جمهوری نیمه دموکراتیک باشه. دلیل اینم مشارکت نیروهای ضد شاهی بود که در فرایند انقلاب 57 وجود داشت و نمیشد اینها رو در همون وهله اول کنار گذاشت و بالاخره این نیروها با وجود اینکه آقای خمینی بعداً قدرت رو قبضه کرد، اینها رو حذف کرد، اینها رو به هر حال از صحنه قدرت دور کرد، ولی در به وجود اومدن جمهوری اسلامی نقش داشتن. این چند رگه بودن و دو رگه بودن جمهوری اسلامی باعث شد که برای چند دهه این به هر حال استخون لای زخم ادامه داشته باشه، یعنی یک صندوق رأی باشه ولی این صندوق رأی در عمل کارکرد نهایی رو نداشته باشه، حرف آخر رو نزنه، حرف آخر رو مقام انتصابی و غیر انتخابی بزنه. بعدن ما دیدیم که برای اینکه به هر حال اون واکنش‌های مردمی یا واکنش بین همون بنیانگذاران انقلاب رو به وجود نیاره، اینها کم کم شروع کردن خیلی زیرپوستی نهادهای انتخابی رو به در واقع از حیز انتفاع ساقط کردن، خیلی آرام اختیارات و قدرت این نهادها رو گرفتن. ما دیدیم همیشه رئیس جمهور نسبت به رئیس جمهور قبلی اختیارات کمتری داشت، وزارتخونه‌ها انتخاب به هر حال تعداد وزیرهایی که آقای خامنه‌ای دست می‌ذاشت روی اونها تعدادشون سال به سال بیشتر می‌شد و در نهایت حتی بودجه‌ها هم رفت مثلا توی نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت و سایر بنیادها که دست دولت نباشه و دولت با استفاده از هزینه کرده اینها مشروعیت به دست نیاره و مشروعیت فقط برای آقای خامنه ای باشه. اینه که من فکر میکنم واقعا دنبال این هستن که برای یک پارچه سازی بیشتر حکومت و آمادگیشون برای اعتراضات مردمی دیگه از شر این نهادهای نیمبند انتخابی هم راحت بشن و هدفی غیر از این پشت این قضیه نمیتونه باشه. بنا یعنی یک پارچه کنن و سر قضیه رو بدن دست حکومت فقیه به اصطلاح، سر نخ و همه امور. دقیقاً یک حکومتی مثل کره شمالی که با وجود اینکه دهه ها پیش خیلی هشدار میدادن ولی مثلا همین اصلاح طلبها اون زمان میگفتن که اصلا این قیاس مع الفارقه و حکومت جمهوری اسلامی هیچ وقت کره شمالی نمیشه. ما میبینیم که واقعا داره گام به گام به این مسئله و به این مسیر نزدیک میشه. بله، این هم راه حلی شاید تلقی بشه از طرف حکومت فقیه، اما این راه حلی برای ماندگاری چون این حکومتی هست یا ماندگاری حکومت ها عوامل دیگه هم میخواد، حتی حکومت های مستبد. آقای لقایی، مثلا مسائل اقتصادی که باز هم برخی از خود مسئولان حکومت میگن در حالت انفجاری به سر میبره جامعه. دقیقا در حالت انفجاری است. اجازه بدید من این چیزی رو که اکونومیست در 40مین سال به اصطلاح انقلاب یا فاجعه‌ای که به سر ایران آمد و هزینه‌ای که این فاجعه بزرگ برای ایران برداشت به طور حدسی برداشته این هزینه رو نوشته. البته نوشته که بر اساس آمارهایی هست که یعنی این مبالغ رو از بر اساس آمارهایی که از درون ایران طی این سالها جمع‌آوری شده و نتیجه گرفته، میگه جنگ 8 ساله ایران و عراق برای ایران 3000 میلیارد دلار هزینه برداشت. هسته‌ای شدن و هزینه های جانبی آن 2000 میلیارد دلار هزینه برداشت.
حمایت گسترده نیروهای نظام، گسترده نظامی و به اصطلاح به نیرو و نیروهای تروریستی در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای منطقه یعنی خاورمیانه 5,000 میلیارد دلار در این 40 ساله برای ایران هزینه برداشته و بعد صدمات و خساراتی که به بخش‌های زیرساختی ایران زده شده مثل معادن، صنایع مادر، منابع زیرزمینی، نفت، گاز، حمل و نقل و سایر چیزهای زیرساختی 4,000 میلیارد دلار. صدمات و لطمات جبران ناپذیری که به محیط زیست 3,000 میلیارد دلار. به اضافه نیروی کار 5 میلیون ایرانی فرار کرده. اگر متوسط سن هر کدوم اینایی که از اون جامعه فرار کردن ما 30 ساله بگیریم که بسیاری در واقع پایین تر از این هست و این افراد تا سن 65 سالگی کار کنند، 35 سال از نیروی کار اینا ما محروم شدیم و این بیش از شاید 15,000 میلیارد دلار برای همین خسارت زده. در نتیجه اینی که شما سوال اول کردید آیا ایران کره جنوبی میشد و یا نبود، شما 30,000 میلیارد دلار رو وارد یک جامعه بکنید در طی 40 سال و بعد ببینید به کجا میرسه. مگه چینی ها با چقدر در طی 25 سال با 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توانستن اقتصادشون رو به اینجا برسونن؟ در نتیجه میشد، یعنی مسئله و استبداد که در کره و در شیلی که بسیار بسیار وحشتناکتر از دوره شاه ما بود، اصلا قابل مقایسه نبود واقعا این دوتا با هم، هر دوشون الان به اینجا رسید. خب پرسش من به قوت خودش باقی، شما وقت رو استفاده کردید، گزارش اکونومیست رو خوندید، ممنون از شما اشاره کردید. اجازه بفرمایید همین پرسش رو من از آقای بهرامی دارم. به اون شکلی که اشاره کردید راه حلی که حکومت فکر میکنه بشه، آقای خامنه ای و باهنارم به اصطلاح نمایندگی میکنه این حرفو، ولی آیا این راه حلی است برای بقای همچون حکومتی که در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و بقیه موضوعات چون مشکلاتی رو رو دست مردم ایران گذاشته آقای بهرامی؟ خب واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هر خطایی که یعنی خطای تاکتیکی که محمد رضا پهلوی انجام داد درس گرفته و خودش به شدت مراقب هست که اون اشتباه رو نکنه. یکی از این مسائل بحث سرکوبه، یعنی جمهوری اسلامی من فکر میکنم به روشنی دنبال این هستش که هیچگاه فضا رو انقدر باز نکنه که حکومت به خطر بیفته و اعتقاد هم داره که اگر تمام اون المان‌ها و عناصر قدرت یک حاکمیت از دست بره ولی عنصر سرکوب به قوت خودش باقی باشه میتونه به دوام خودش ادامه بده. از حکومت شاه عبرت گرفته که مثلا سال 42 اتفاقاتی افتاد و اگر واقعا مثل سال 56 و 57 شاه برخورد میکرد ممکن بود همون زمان حکومت سرنگون بشه و جمهوری اسلامی مراقب هست که این اتفاق نیفته. ضمن اینکه چالنگی ما در علوم سیاسی معمولا 4 عنصر یک حاکمیت رو، یک حکومت رو سرپا نگه میداره. یکی بحث اجماع نخبگان سیاسیه، یعنی حکومت خودشون با هم توافق داشته باشن، اختلاف نباشه. یکی بحث مشروعیته، یکی بحث کارآمدیه و یکی بحث اون کارآمدی قوای سرکوبه. از این 4 عنصر که تو جامعه شناسی سیاسی یک حکومت رو معتقدن سر پا نگه می‌داره، جمهوری اسلامی 3 تاش واقعا از بین رفته، یعنی نه کارآمدی داره، نه مشروعیت داره، نه اجماع نخبگان داره و فقط اون عنصر 4ومه و خودش خوب فهمیده که الان برای این عنصر 4م بسیار هزینه می‌کنه، نیروی نیابتی استخدام می‌کنه، الان سپاهی‌ها و بسیجی‌ها دیگه اول انقلاب نیست، لباس کهنه و مندرسی تنشون باشه، اینها در بهترین دانشگاه بچه هاشون درس میخورن و الی آخر. اینه که این مسئلهیه که میتونم من در پاسخ این پرسش شما عرض کنم. ممنون هستم. 1 دقیقه وقت هست آقای لقایی عزیز، 1 دقیقه. آیا من در این یک دقیقه که اشاره کرد آقای
آقای بهرامی، در مورد سوال پاسخ بفرمایید. آیا فقط اجازه بفرمایید آقای لقایی، آیا به هر حال الگویی که از تجربه‌ای که از زمان محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران گرفت، فضای سیاسی رو باز نکنه، ولی تجربه شوروی هم هست، با سرکوب تنها میشه ادامه داد؟ خیلی کوتاه. نه خیر، اصلا امکان نداره. نظام‌های نظیر نازیسم آلمان و همون چیزی که شما در شوروی سابق اشاره کردید و کشورهای مشابه اینها دوام نیاوردن و قدرتمندترین سازمان‌های امنیت جهان رو داشتن. اشتازی آلمان شرقی از کاگابه بسیار بسیار قدرتمند بود در اون محدوده خودش، ولی اینها همه از درون از هم پاشیدن و به هم ریختن. در نتیجه اصلا این تصور که یک نظام استبدادی بتواند اونم به این شکل که اوریانش بتونه دوام بیاره غیر ممکن. تعیین کننده نهایی، حدود کمتر از یک دقیقه وقت داریم و یک دقیقه، آقای بهرامی عزیز، در عرصه سیاسی ایران برای رفتن و رسیدن به ایران بهتر، ایرانی که شایسته مردمان ایران باشه، وضعیتی که شایسته مردم ایران باشه، تعیین کننده اصلی که هست چه هست؟ حکومت هست یا مردم میتونن تعیین کننده باشه؟ خب طبیعتا اون پتانسیل مردمی کاملا آمادگیشو داره و مهیاس برای عبور از جمهوری اسلامی. منتها خب مسائل دیگه‌ای هم در کنار این باید از نظر دور نداریم. یکی بحث آلترناتیو هست که متاسفانه وضعیت خوبی نداره، و دیگری نگاه جامعه جهانی. یعنی این دو عنصر رو هم اگر بخوایم رئالیستی و واقع گرایانه به قضایا نگاه کنیم، نیاز هست که به کمک مردم ایران بیاد که اون پتانسیل به فعل در بیاد و این اتفاق تاریخی برای ایرانیان بیفته. وطن استمرار در هر اقدام مردم ایران میتونه اثرگذار باشه روی سیاست‌های دوله و دولت‌های دیگه. حکومت فقیه آیا تحمل پذیر است برای منافع و مصالح بین المللی؟ آیا منافع و مصالح مردم ایران همسوس با مصالح و منافع بین المللی؟ اگر در گام کنونی نیست، قطعا در آینده خواهد شد. حکومتی که در ایران بر سر کار هست مطابق با هیچ مصالح و منافعی جز منافع سودبران بیرون از ایران، دولت ها و گردانندگان حکومت نیست. آنچه که هست مردم ایران هست و طلب اونها برای آینده بهتر. سپاس بسیار از شما آقای بهرامی گرامی و با سپاس از شما آقای جهانگیر لقایی گرامی. سخنان بسیار، گفتنی ها بسیار، منتظر دیدار هر دو مهمان گرامی در شماره های آینده تفسیر خبر با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. همونطور که اشاره کردم، حرف سید حسن خمینی که آمده و گفته اختلاف نظرها نقطه قوت ماست. اشاره کردیم اختلاف نظرها بر سر موضوعاتی از درآمدهای ملی است. ایشون هم نوه آقای خمینی که صاحب بارگاهی شده، بارگاه خمینی که دیدید که مخارجی صرف ساختن اون شده، حیرت ها که هر آن که در جهت مصالح ایران و مردم ایران تلاش کرد در طول تاریخ ایران، از یعقوب لیث گرفته تا دیگران، نه آرامگاهی با نام و نشانی دارن نه به اصطلاح بارگاهی. کوروش رو هم بیل و کلنگ و بلدوزر انقلاب قصد ویرانی شده داشت که دیدیم چه مقابله شد از طرف مردم، و همینطور آرامگاه رضا شاه فقید پادشاه فقید ایران. به هر حال سید حسن خمینی و بارگاه خمینی و حرف این چنین، نقطه قوت شما همونطور که اشاره کردم در بگیر و ببندها و کشتنها بوده و هست که کمرنگ شده از بابت ترس مردم. در این میون خبری هم داریم، هاشم امینی کشاورز ایرانی که مطالباتی مردم ایران رو مطرح می کرد، روز گذشته به 13 سال زندان محکوم شد. بارها میهمان
شما در تفسیر خبر بوده. یک خبری هم داریم از این دست که محسن سیفیکار به گفته خبرگزاری فارس از نویسندگان به نام همدان از 12 سالگی مقابل عوامل شاه سینه سپر میکرد. اینکه یک نوجوان 12 ساله چگونه مساله ملی یک مملکت رو تشخیص میده و شرکت میکنه در چه مسیری انقلاب و اینها بماند، این هم از امروز روز از او به عنوان یک قهرمان و یکی از نویسندگان به نام در همدان نام برده میشود. راهپیمایی 22 بهمن اونطوری که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفته، این راهپیمایی در 22 بهمن در قزوین به صورت خودرویی و موتوری برگزار می شود. چرا؟ توضیح زیادی ندادن، شاید به خاطر کم بودن افراد، پیشبینی هست یا هرچی دیگه، واگیر بودن کرونا هرچی کرد. و ما گفتند که آقای معصومی نیا، ملایی به نام معصومی نیا عضو شورای فقهی سازمان بورس، از آمادگی حوزه برای ارائه طرح اصلاح نظام بانکی خبر داد. یعنی این ملای حوزوی در بورس شرکت داره، یعنی میتونه حتی صادر کنن در کنار لابی جمهوری اسلامی به نیویورک، بورس نیویورک شرکت کنن. فرستادگانی دارن البته در اینجا که در بورس نیویورک و بورس آمریکا معاملات انجام میدن. به هر حال نظام بانکی، اصلاح نظام بانکی، گفته که دولت از طرح حوزه درباره اصلاح نظام بانکی استقبال کرده و گفته که انتظارم دارن که مجلس هم استقبال کنه. استقبال میکنه، نگران نباشید آقای معصومینی ها استقبال میکنه. تمام امور به حوزه ختم میشه. صاحبان علم لدنی، اسمیت و بقیه و همه اینا رو فراموش کنید، بنیانگذاران اقتصاد قدیم و نو، اقتصاد پیشرفته و بقیه، حوزه علمیه، اصلاح امور بانکی. سرنوشت ایران به راستی این نبود، به راستی این نبود. و ما بهاره سلیمانی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شد، زندانی سیاسی به کرونا مبتلا شده، به کرونا مبتلا شده. در 25 مهر ماه سال گذشته بازداشت شد، 99 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و به زندان سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد و بعد از اونم به بند زنان زندان اوین منتقل شد. کرونا گرفته. بانوی ایرانی بهاره سلیمانی، دختر ایرانی، زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، هرگز هرگز. رئیس سازمان اطلاعات سپاه آمده و گفته، رئیس به اصطلاح بله اطلاعات سپاه گفته که رژیم صهیونیستی 80 سالگی خود را نخواهد دید. کنعانی مقدم نام نیست. بله گفته سال 1000 به اصطلاح این رو هم درباره ریاست جمهوری گفته، 1400 هم آخرین انتخابات ریاست جمهوری بود و اینها و از این صحبت های دیگه که در درون خود حکومت. ولی گفته که رژیم صهیونیستی میگن به اسرائیل، کشور اسرائیل. صاحبان اصلی مسئله مشکلی ندارن با اسرائیل، مشکلی ندارن با اسرائیل، روابط دوستانه، حتی عربستان زادگاه اسلام با اسرائیل. خب بسیاری گزارش ها در این زمینه بوده، رو به برقراری روابط کامل مثل بقیه کشورهای عربی که روابط دوستانه دارن، از مصر تا بحرین و بقیه. حکومت فقیه با سخنانی از این دست ایران رو در این 43 ساله در معرض خطرهای بسیار قرار داد، خطراتی که همچنان پیامدهاش دامنگیر مردم ایران، مردم ایران که خواستار دوستی با اسرائیل و همه کشورهای منطقه و جهان هستند. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده
علی گرامی، کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.